سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان، من دکتر امیر محمد شهسوارانی هستم، جامعه شناس و روانشناس، در خدمتتون هستم با یکی دیگه از ویدیوهامون. این سری واقعا این ویدیو پرسش و پاسخه. در درجه اول این ویدیو رو میخوایم به این سوال شما اختصاص بدیم که دارم از روش میخونم، بحث سواد رسانه‌ایه و سایت های دوستیابی، اینکه چطور هستند و ماجراشون به چه صورتیه، آیا اصلا اینا دوست واقعی فایده داره، بعد به ازدواج ختم میشه نمیشه، اینا رو میخوایم با هم یه گپ و گفتی داشته باشیم تا جایی که مغزم بکشه و دانش داشته باشم و فکرم جواب بده. قبل از هر چیزی تشکر کنم از شما بابت همه جور کامنت بی‌نظیری که بهم دادین، از مدل مو و از ریش و از عینک و از انگشتر و از ساعت و لباس و اینا بگیر تا ریزکاره ها و سیتی های کلامی و اشتباهات لپی که بنده داشتم. صمیمانه سپاسگزارم، خیلی خیلی ممنونم از شما، لطف کردید، مرسی. و موضوعاتتون بی نظیره، یعنی این ویدیو هم محصول فرمایشات شما عزیزانه که میخوایم بهش برسیم. خب توی ویدیوی سواد مجازی و بحث سواد رسانه‌ای براتون صحبت کردم، یه سری نکاتی رو گفتم خدمتتون. توی ویدیو اعتیاد اینترنتی هم راجبش صحبت کردیم، بحث ویدیوهای گیم بود، جای مختلف صحبت کردیم. کلن امروز یک بخش، یک سهم، یک نصیب از زندگی ما بالکل و بالجز در فضای مجازی است عزیزان، چه بخواید چه نخواید. الان ایام الله کرونا هم هست، شما با انواع و اقسام نرم افزارهای نمیدونم چی چی و فلان و این برسان و اون نرسان و این کالا و این و از این حرف ها میاید، عرض بزرگتون شود که خرید میکنید. خب بگو نمیخرم، با شما نمیخری، من میخرم، مامانم میخره، خواهرم میخره، بابام میخره، کیک میخره، حسن حسین تقریبا نقی کل ساختمون میخرم، بعد مثلا شما نمیخری، خب نخرم چیکار کنم، ولی میخرن، خیلی هم زیاد میخرن، نه یکی دو تا، تعداد زیاد است. حالا در شهرهایی که هست، حالا ممکنه شهر شما نباشه، این هم هست، حالا میگم یه مقدارش جنبه مزار، مثلا شهر بزرگ میدونم تهران مثلا داره، بعد اصفهان هم میدونم داره، مشهد و تبریز هم دوستان گفته بودن داره، حالا هر کدوم یه چیزی هست ممکنه فلان، ولی اکتیو ترینش مثلا در تهران کرج هم شنیدم که داره، یعنی بچه‌ها میگفتن هست. اوکی، حالا اما اصلا اونی که نمیدونم یه روز موتور بود، پک موتوری بود و پک ماشینی بود و پک باکس بود و چی چی، الان اونم آورده، الان میده، حتی نونوایی هم میره براتون نون میگیره میاد، همه کاری، شیر هم میخره. پس فضای مجازی هست. خب در فضای مجازی یک بحث دیتینگ وجود داره، یعنی ملاقات و دوستیابی و از این حرفا، حالا فرندشیپ بهشون نمیگن، میگن دیتینگ، معمولا دیتینگ سایت داریم، دیتینگ اپلیکیشن داریم، سایت های دوستیابی هست، سایت ها، برنامه های اپلیکیشن، چیزهای مختلفی هست. خب کلا اینو بهشون استلان زیمل چیزای دیتینگ میگن دیگه. و خب حالا مدل های مختلفی داره، از اونهایی که چت بیست افراد چت میکنن، اونهایی هست که افراد عکسشون رو میتونن بذارن، اونایی که فیلمشون رو میتونن بذارن، چیزهای مختلف میتونن بذارن، تا مثلا هستش که یه سری ها ریستریکشن هایی داره، بعضی ها نداره، نمیدونم فلان، خیلی قصه ها داره توش، مدل های مختلف هست به ذائقه های مختلف، ولی همشون یه سری الگوریتم ساده ای داره، یعنی به شما میگه خب چی میخوای انتخاب کن، بعد میاد ببینه دور و برش چی هست، اونایی که نزدیکترین شباهت به خواسته شما رو داره مثل ورق میچینه جلوتون، آقا این هست، این هست، این هست. خب حالا یک زمان اینجوری بود که شما فقط درخواست دوستی میدادید به طرف، طرف میدید، الان میگه که نه ببین مثلا اینا خیلی شیک شدن، به طرف اعلام نمیکنه یا به شما اعلام نمیکنه که درخواست دوستی داده. اگر اون هم متقابلا شما رو انتخاب کرد، خب میگه ببین شما دو تا با هم مچ شدید، حالا یک فرصتی دارید، یکی هست میگه نمیدونم لیدیز فرست، اول خانوما، خانومه میاد، یکی دیگه هست میگه نه اول خانوم اول آقا نداره، یکی دیگه میگه تا زمانی که این دو تا مچ نشدن نمیتونن پیغام بدن، یکی دیگه میگه که خب ببین تا از اینو دیدی میتونی بهش پیغام بدی، یا الله پیغام بده، حالا حال کرد نکرد و حق است علی هازا. مدل های مختلف، یعنی میخوام بهتون بگم تا این حد که حتی دوست عزیزمون تلگرام هم برنامه‌شو گذاشته، قدیم یه برنامه‌ای بود اسمش بی زنبور، این بیه بی لاین بود، نمیدونم بی تاچ بود یا همچین چیزی بود، بی بلوتو تو این چیزی تو این ما بی لاین که نه خط چیزه مال روسیه فکر کنم، بی تاچ بود،
که مثلا شما میزدی روش نشون میداد دور و برت کیان، خب خیلی هیجان انگیز بود مثلا فلان اینا. بعد تلگرام هم اینو گذاشته، حالا مثلا دور و برتی رو پیدا کن ببین کی هست کی نیست. حالا اینا همین الگوریتما رو داره، مثلا سی اراوند نمیدونم از این حرفا، یه سری چیزا اینجوری میای شما زون انتخاب میکنی میگی. بعضیش مثلا میاد فاصله فردا تا شما میگه، مثلا میگه 500 متری تا 100 متری تا، یکی دیگه مثلا میگه لستن فلان لستن کیلومتر، حالا هر کی چیزی مایل فلان، حالا خلاصه چیز داره دیگه، هر کی هم میاد. و بعدم شما میبینی که خودت تشنت میکنه میری چه چیزای باحالی، بعد میگه خودت سری اطلاعات از خودت بده، دیتا هاتو میدی، چقدر جالب. میبینی سرور میگه، میگه لوکیشن تو حتما باید بهم بدی تا کار کنم، برات که اصلا نیاز نداره، دسترسی به لوکیشنت بده، دسترسی به اینت بده، دسترسی به اونت بده. خب دوستان نظریه توته به جای اینکه انقدر پدر ما رو با فراماسونری در بیارین و این یهودی است، آن یکی نمیدونم ارمنی است، آن یکی چی چی است، آن یکی فلان است، این توته استکبار است، این توته این است، نمیدونم کفار فلان، داداش گلم هستن ولش کن، قصه بیزنسه، توته بیزنسه، شما چنان میپیچونی، توته امپریالیستی بیزنسیه، داره با بیزنس رو هدف قرار میده، خیلی راحت داره دیتا ازت میگیره، نشسته برای ما قصه میبافه این فلانه، مشخصه دیگه، میگه شاعر که به تنگ آید و نمیدونم چی چی به جفنگ از این حرف رو، قافیه چون تنگ آید شاعر به جفنگ، چرت و پرت نگو، درست بگو علمی. این علمی گفتن خیلی مهمه، این که واقعیت و فکت چیه خیلی مهمه برای ما، یعنی ما این که گرفتاری همونی که این فکت ها رو نمیدونیم چی هست. طرف اومده این همه اطلاعات دسترسی به گوشی شما آی پی تام گرفته، تازه بهت میگه لوکیشنت هم بگیرم، میگه میشه دسترسی اکسس به مدیات باید داشته باشم، بعد به بهونه اینکه وایس چت بذاری میگه دسترسی به بلنگوت هم داشته باشم، به میکروفون گوشی هم داشته باشم. خب قربون شکل دیگه، تو چی میخوای؟ آنچه خوبان همه دارن تو تنها داری. خب شد چی؟ شد یه دیتینگ اپ. حالا شکرالله تعالی هر چی که تو کشورمون میاد اول فیلتر، اول حرام و فیلتر، خلاص اما فیلتر چی، اما سانسور چی، اما کارشون درست انجام نه، این فیلتر اینجا تنها نقطه ایه که من موافقم، یعنی خیلی خوب است فیلتر باشد، شاید جای دیگه باشون موافق نباشم، این یکی جا رو خیلی موافقم. دمتون گرم، خدا خیرتون بده، ایشالله خدا نور به قبر همه امواتتون به ما رو حیاتون هم خدا طول عمر بده. اما چه اتفاق میفته؟ صنعت وی پی ان، همه با وی پی ان دارن وصل میشه. یکی از چیزهای خیلی جالبی که هست، من خودم هم چون با وی پی ان وصل میشه، آقا وی پی ان میزنی میاد، خب جالبه، عکس مسجد الاقصی رو میذاره، پرچم اسرائیل هم گذاشته، بعد میگه که نیاز به کارمندان اطلاعاتی است، اگر عرضه دارید فلان با حقوق بالا روی این لینک تک کن بیا بالا. آها به پیر، به پیغمبر، ببین ما قیافمون نمیخوام، ما سر کلاس نمیرفتیم آمار کسی رو بدیم، ما بچه ها میرفتن که میریختن به نام ما تمام میشد نمیرفتیم بگیم، حالا الان ببین به تو بگیم، این آسیب میگم سواد رسانه، این اصلا سایت دوستیابی قصدش اینجاست، یکی اون سری گفته خب آقا چه اشکال داره وی پی ام اینا، اشکالش همینجاست، ببینم دروازه جاسوسی بازه، یعنی نه اینکه من بگم، اسکرین شات هم گرفتم به خیلی هم دادم، قشنگ زده اسرائیل ویپ وسطش. خب حالا بالاخره ما نمیدونیم اسرائیل دوست ماست، اسرائیل دشمن ماست، اسرائیل محو شود محو نشه، اگه محو شه تو چه کاری میکنی که همه وی پی ام میزنن و بعد این وی پی ان این پاپ اپ میکنه میزنه بیرون، تبلیغ میاد، چون اینا رایگان ها رایگان نیست، گرونتر از تبلیغ، و همه آمارت هم داره. خب طرف رفت تو سایت دیتینگ، اکثر این دیتینگ ها این کجا سرورش، خب اطلاعاتی که به این شکل از شما کشید. حالا تو دیتینگ چی میبینی؟ هزار و یک چیز. خیلی از اینایی که تو این دیتینگ ها میان، حالا میرسیم ما یک بحث مفصلی داریم راجع به بحث، خب طرف به قصد دوستی اومده، دوستیابی اومده، مدل های مختلفی از دوستی هست، بعضی از اپ ها مشخص میکنه، مثلا نوشته دنبال BFGF یا BFF، BFF یعنی best friend forever، یعنی دنبال یک دوست صمیمی هم به طور معمول هم همجنس. حالا بعضی ها مثلا دیدی یه تیک میزنه میگه من بایسکچوئلم، بایسکچوئل یعنی اینکه هم با مرد رابطه جنسی دارن هم با زن، معذرت دارم حالا نمیدونن دیگه، یعنی نوشته من ساپیوسکچوال هم نمیدونم فلانه، یعنی این چیز مردم نمیدونن، بعد الکی یک حرفایی رو میزنن فلان. خب حالا اومده اینا فلان، هر کدوم از اینا رو که شما تیک میزنین یک چیز جدایی براتون میده. حالا دیگه هست دیگه، چیزی که میگه آن چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است، حالا چرا تو رفتی به شما ربطی نداره، چرا من رفتم، کارم اینه، شغلم اینه، یکی از روی کرده پژوهشی من اینه،
من باید برم، من ناچارم، چون من باید مقاله بدم، من باید راجع به اینترنتی مقاله بدم، من اختلال شخصیت رو باید بکشم بیرون. انقدر خوبال دوستایی که سرچ میکنم بریم بهتون بگم، یعنی بچه‌ای که روانشناسی بالینی خوندن یا روانشناسی سلامت، این وایس های دکتر امیرپور رو گوش بدین، یه پکیج جدید داده خیلی جالب راجع به اختلال شخصیه و خیلی خوب میلون رو توضیح داده، چیزای دیگر رو گذاشته عمل کنم، شما اون بخش اختلال شخصیت DSM رو وا میکنی، وایس دکتر امیرپور هم گوش میدین، جلو میگی یا آقا چه خبره، همه اختلال شخصیت هم واقعا هستن دارم. چه تیپ افرادی میان به طور معمول تو این سایت ها؟ ببینید، یکی از ویژگی های عمده فضای مجازی اینه که یک پرسونا، این یک نقاب به فرد میده. من اسمم امیره، میام اسمم چی میذارم؟ اسمم میذارم شاهون، بعد مدل چیزم میبیسم، یعنی اسم میذارم زیرش یه خط میذارم بالاش میذارم که یعنی من ترکم، مال ترکیه هم اومدم ایران، مثلا ذره میذارم حالا زبونم هم بعد میذارم انتخاب بکنم مثلا آلمانی میزنم جرمن، بعد مثلا به فارسی مینویسم یا مثلا پینگلیش توش مینویسم، دست پا شکسته. خب شما اومدی میگی چه جنس مالیه، تو ترکیه هم هست راحت بدون پاس میتونم برم و خب اینم که پا با آلمانه و میریم و خرش میکنم و فلان. باشه باشه باشه، تو خرش کن، همین که این فکر رو میکنی نشون میده کی خر شده. زیادن، خیلی زیادن، پلیس ترکیه دارم داره میگیره. دختره لوکیشنش خورده 2 کیلومتریه، خورده 1 کیلومتریه، 5 کیلومتریه، زده لیو نمیدونم فلان امریکا، دانشگاه فلان، تو قربونت اونجا هستی اینجا چی کار میکنی؟ پسره زده نمیدونم مثلا چی کانادا، زده کجا 3 کیلومتر فاصله، 2 کیلومتر از تو فاصله، اینجا چه غلطی میکنی؟ تو اگه اونجایی اینجا چی کار میکنی؟ یعنی اصلا جوکایی سن نوشته من دانشجویم در فلان، شما دانشجو تو فلان جایی اینجا چی کار میکنی؟ حالا نه الان کرونا، قبل کروناش هم همین قصه بود، الان بیشتر. خب حالا این تقلب هم نگاه میکنم سرفصلی که در نره براتون میخوام میگم. این سایت ها خیلی باب شد از زمان کرونا و بعد، چون واقعا بحث قرنطینه شد، بحث اینکه افراد تو خونه هستن و اینا. قبل از اون معمولا افرادی می اومدن که واقعا دچار اختلالات ارتباطی و اختلالات شخصیتی بودن، یا یه سری مثل من بیمار بودن دیگه. خب کارشون اینه، حالا تو وسط این همه کار این چه کاری بود رفتی؟ حالا یه مثال قبیحی داره اینجا نمیتونم بزنم، گفتم دوستامون متوجه شدن، اونایی که با هم عیاقی میدونن کدوم مثال رو میگم. حالا این هم همونه، این همون همون، الان ما وسط همه رفتیم جرجیس پیدا کردیم، این جرجیسه دیگه، بالاخره یکی بعد این کار میکن. توی کرونا، توی دوره کووید خیلی بیشتر شده، حتی در امریکا هم شده. سابقا برای مثلا امریکا میدیم، مثلا میومد طرف اروپا، میومد طرف، این آدم هایی بودن که در به داغون بودن از نظر هیکل، از نظر قیافه، از نظر فلان. الان میبینید خب خوش بر روهاشون هم اومدن، اوکی، همه شما هایی نوشتن آهان بورد، نمیدونم بابت نمیدونم سوشال دیستنسینگ و فلان، این حرف های خلصه آهان بورد، آهان بورد زدن و طرف میاد میگه من اینم من اونم، باش اوکی، خب اینه دیگه، میاد میزن. خیلی از مواقع هست افرادی که در این سایت های دوستیابی هستن، اینها اختلالات شخصیت عمیق دارن، پرسونا بهشون کمک میکنه که یک فرد دیگه باشن. خیلی از این افراد اختلالات عمیق تنظیم هیجانی دارن، خود طرف نمیتونه خودشو تنظیم کنه، میاد تو این سایت از این استفاده میکنه. به چه صورتی؟ به این صورت که میاد خودشو یک فرد ایدالی نشون میده که چت میکنه و رابطه داره اینا. خب این از قدیم بود، حالا اتفاقی که افتاده این طرف میاد یک عکس خیلی پاش از خودش میذاره، عکس خیلی حسابی از خودش میذاره و رفته جاهای فلان اینا، میاد عکس میذاره اینا. اگه ناراحت نمیشین یه سری چیزایی رو میخوام بگم که خب حالا آقایون که یه خط درمیون یا کنار استخرن یا تو اونجوری هم همشون ماسلمنن و گاو میشنن و مثلا آقا قربون قصدگی مگه عضله رو اینجوری درست کردیم ببریم، و خب حالا همه اینا مشکل دارن دیگه، یا یعنی اینکه توی ماشینی هستن یا مثلا فلان روی یک ویلایی فلان حرف ها در یک لوکیشنی فلان اینا، معمولا توی ماشین میبینی عکس میگیره میخواد بگی که من پول دارم. باشه تو پول داری، اگه واقعا داشتی چش دل سیر بود عقده نداشتی این چیزا رو بذاری. بالاخره همه جا هست، میتونی بری لوکیشن یا آقای دقیق تو ماشینت وایسم عکس بگیری. جالبه، من یه چند تا دوستام شنیده بودم اینا تو این کارهای
بحث ماشین و اینا هستن، میگفتن که خب یه سری ها میان پول میدن که برن تو ماشینا بشینن عکس بگیرن یا فیلم بگیرن خودشون. بله نمایشگاه ماشین. بالاخره یارو مثلا شاگرد مغازه از اونجا وایساده فلان، یه پولی هم میگیره 20 تومن 30 تومن 50 تومن، اینا اومد یه دیدی زد رفت. بالاخره هیچی بهتره دیگه، بستنی براشون میشه دیگه، کبابی چیزی میشه، حالا مثلا جمع کنید یه روز چند سری بیان فلان این حرف. خب بیزنس دیگه، بیزنس از بیزنس. اینا میگن خیلی خب بیا بگیر عکستو برو فیلمتو بگیر برو. در مورد خانوما قضیه مقدار جالبه، تجربه خودمو میگم. دختره برای 4 روز مسافرت، 4 روز مسافرت، این تو خانوما خیلی بیشتره، 4 روز مسافرت برای ارمنستان، گرجستان، ترکیه، امارات، دورتر از اینم نمیر، 4 روز مسافرت، 5 تا چمدون آورده لباس، 5 تا چمدون لباس 4 روز مسافرت. چیه؟ اما و اقسام لباس ها. میره هتلش یه جایی انتخاب میکنه، هتل هم نمیگیره، حالا یه پانسیونی چیزی پیدا میکنه میره میگیره، 2 نفری 3 نفری 4 نفری هم با هم میرن، معمولا اینجوریه. دیدین یکی ازشون عکس میگیره دیگه، اونی که عکس میگیره حتی با فاصله وایسادی خب یکی باهات هست دیگه، پا میشن با هم میرن. خیلی از اینا هم اسیری میرن اصطلاحا، یعنی از اون کارت چیزشون انتخاب بشه، میره توی چند تا لوکیشن، لوکیشناشون هم نگاه کنین مشخصه، ساعت‌های مختلف روز با لباس‌های مختلف پا میشه میره. امروز مثلا چه میدونم صد از قشنگم میبینی، یا اینا رو شما میری این کشور رو میبینی، طرف با یه زنبیل اومده لباس دوشه، بعد بود دو برو فلان کن اینجوری کن، حتی بعضیشون رو من دیده بودم از این رنگای پانکی و اسپری داره میزنه عوض میکنه فلان، و بعضیشون مثلا در فرض میگه ما چه میدونم رنگ ثابت فن، سریع میزنه یه چند تا عکس میگیره تو این ویو لباس رو عوض میکنه آرایش فلان. خب در تاریخ های مختلف و تایم های مختلف و روز ساعت های مختلف روز هم تو اون ویو با لباس های مختلف شما رو عکس گرفته. خب اونش اینجا از 10 زاویه مختلف، این کانال ها ماهواره هست، یه استودیو دوربین داره، بعد مثلا پشتش پارچه آبی چیزهای مختلف میذارن یا پارچه سبزه، هی بعد میره میاد میزش و شکلش رو عوض میکنه، 5 تا میز داره، میاد پشت هر میز پارچه داره عوض میکنه، دوربین همونه دیگه، اینا هم همین کارو میکنن، همون آدم هم میاد جاش عوض میشه، بعد میاد توی میزنه عکس میذاره. و شما میکنیم خونهش کجاست، بعد مثلا میاد نگاه میکنی توی خونه اجاره ایه، میبینی لباسا هم اجاره کرده، حتی 2 نفر 3 نفر 4 نفر لباسا رو گرفتن، شما نگاه میکنیم این لباسا یکیه. اونتا بعد این حالا با نرم افزار ما با بچه‌ها نشستیم مثلا عکس‌ها رو گرفتیم در آوردیم اینا رو استخراج کردیم عکس‌ها رو، بعد گذاشتیم نرم افزاری که به اصطلاح چیز میکنه پردازش تصویر انجام میده، قشنگ مشخص شده کی کجا رفته، بعد لوکیشنشون چیه تو کدوم تایم، قیافه خیلی خوب مشخص میکنه. خب این کار یعنی چی؟ جز چیت، جز فریب، جز دروغ این چیزی هست؟ آقا تو رفتی اونجا بابا قربون شکل دی ماشینه چیه؟ یا خیلی از این دخترها دیدی مثلا چه میدونم چارزانو تو ماشین نشسته رو صندلی ماشین، مثلا بگه من فلانم یه وری کرده خودشو، قربونت تو ماشین داشتی هیچ وقت اونجوری چارزانو نمیشستی رو ماشینت، هیچ راننده ای از این اداها در نمیاره. ده جالب هم هست، همه شون هم ماشینی رو میرن که یه سقف پانوراما داره یا سقفش عرض بزرگ شما شود که سانروف، این سانروف رو زدن عقب نقابشی که آسمون مشخصه، من ماشینم هم سانروف داره، باش تو خوبی مام، آره خب اینه فریب، یعنی این دیسپشن، یعنی خیلی از اینا رو نگاه کنید دماغشون اینجوریه و بعد مشخص دکتر هم اینجا رو بد بریده چاک داده رو اصلا دم خوکی قربون دین خواهی میخواسته ببره بس چاقو بوده اینجوری بوده این فلان، قشنگ همه شون همینا، یعنی خوک اما دماغش بهتر از این قشنگ، بعد فکر میکنم میکنه خوشگله. خب قشنگ اینجوری میکنه که زاویه دماغش مشخص باشد، یا این بری میکنه همه اینا رو هم ببینید، به همین کرونا، تو همین کرونا من ناچار شدم چند سری برم از جای مختلف، یکیش مثلا آسبه، اصلا بی سر صاحب درش کسی نمیونده رستوران بسته چیه، کیو داری فیلم میکنی آقا، نمیدونم میری ونک گاندی، نمیدونم میری تجریش، میری فلان نیاورون، همه این جایی که کافه داره، اینا پاساژایی که فضای باز بسنجش کافه فلان، میری میری برجا فلان، اینا هست از سر تا ته، پسر دختر، یعنی پسره بدتر از دختر، ای بابا دختر باشه زه. پسر زیر ابرو رو ابرو برداشته خوشگل مامان در این حد، یعنی اصلا یه چیزی که مثلا آدم به چش برادری فلان ببخشید دیگه آدم رد میده دیگه، چیه یعنی که زشته
این شأن انسان یک شأنی است که باید حفظ شود. زشت این کار، آقا قفل داره. اصلا این چه معنی داره پسر این دختره شده؟ من نمیفهمم تو ای ترنسی این حرکتا چیه. بعد میبینی فلان وایساده، نه قشنگ دست دوست دخترش هم گرفته یه جوری، بابا ندزدنش، نه نه ترس نمیدزدنش، سکه شابله درجه اول پسه، نه تو رو پیدا کرده، مطمئن باش که هر کی دیگه بدن دستش برمیگردونه. این قشنگ گرفته فلان دوربین یا بالا زاویه، حالا دستم نمیگیره، قشنگ اینجا میگیره، یا از این چوبا چی بهش میگن، خیش انداز میگن چی میگن، از این چیزا دستش گرفته و مونوپاد دستش گرفته و دائم داره چیکار میکنه، عکس میگیره زوایای مختلف، از پایین میگیره، از بالا میگیره، چپ میگیره، راست میگیره. ما خب یکی از دوستامون دبی هست و این کارش تور لیدره، این که میگم یکی دیگه از دوستام هست ترکیه هست، تور لیدره. خودم تو مالزی دیدم، تو ترکیه دیدم، خودم توی ارمنستان دیدم، گرجستان دیدم، آلمان دیدم، من اینا رو فرانسه دیدمشون، عرض حضور شما توی سوئد دیدم، جای مختلف دیدم. یک سر در حال عکس گرفتنه. میگه چی؟ اون مشخص 500 تا عکس داری میگیری، کجا میخوای تو بذاری؟ با لباسای مختلف میره میاد عکس میگیره، میره میاد عکس میگیره، تو کافه نشسته عکس میگیره. قربونه تو اومدی عکس بگیری چیکار کنی؟ بعد مشخصا بعد مثلا آخرش که میخوان پول بدن، میبینی کلا چی خورده، یه چای خورده 15000 تومان توی کافه‌ای که مثلا شما فکر میکنی روم کافه، حالا چون 4 نفر 5 نفر نشستن دور هم، شما میگی شلوغه، چیزای مختلف گرفتن، نه بایزن 15 تومن 20 تومن در حد همین گرفته رو میز شلوغه، بعد همشون هم اینجوریه هم. میرن کنار این یکی عکس میگیره، بعد اون میاد از اون زاویه میگیره و فکر میکنی خیلی مثلا طرف چیزه. یکیشون دیده بودم عکس گرفته بود، بعد روی میزش، حالا این که میگم خاطر خودمه، رفته بودم مکدونالد، ما حالا اون طرف سابوی میخواستم، من رفته بودم این بر مکدونالد بود، اینا رفته بودن گرفته بودن، خب 7-8 نفر بودن، 7-8 نفر بالاخره همبرگر مرغ فلان اینا مثلا رفته بودن مرغ گرفته بودن از یه دونری اون بغل، بعد اومده بودن روی میز مکدونالد، دو تا ساندویچ مکدونالد هم گرفته بودن، 7-8 تا دختر. من بدون قاطیشون پسرم بود نبود، حالا مثلا چیز حالا ترکیه چند سال پیش بوده. بعد دونه دونه اومدن وایسادن جس گرفتن عکس گرفتن، بعد شما نگاه میکنیم این چه بخوریه جلوش این همه غذا خونه، عزیزم هر 5 نفرم با هم دیگه، و مثلا ببینی هر کدومشون انقدر بیشتر بهشون نمیرسه، یعنی به قول یکی بچه هم با گرسنگی میرن با گرسنگی برمیگرد. خب آقایون که نگم، اصلا یه چیزایی یه چی اصلا این چیز افتضاحی. یه سری از اینه که میبینید میان توی نکانتا اسمش نوشته مثلا جون دل، عزیز دل، نمیدونم دیاموند، اون یکی نوشته پرل، یکی دیگه نوشته نمیدونم چی چی، نفس، زیبا، من فلان، اصلا یه چیزهایی میمیستم، متعهفم. آقایون کسی مینویسن و میدونین چی میگم، خیلی قشنگ آقایون در نهایت هنر اسمشون رو مینویسن. من تنها کسی که مثلا تو این شبکه ها نوشته کیه کی نیست فلان، خب من به عنوان یه SOS هم دیگه بالاخره طرف نجای آقا بیاد بگو دیگه، ما همجور چه مثلا من نمید. یا ببینی یه سری ها اومدن برفرد من نهیدم مثلا آقایون کسی چیزی بهم میسه، آخرش این اسمشو نوشته و سلام سنشو نوشته، همه هم آقایون مجرد. بابا قربونت قیافت داد میزنه، تا سه تا بچه داری، الان بچه بزرگت داره نامزد میکنه، خب تابلوه، خیلی تابلوه مثلا بر اومده فلان، یعنی میگم نگم براتون اینه. میبینین یه سری هم اومدن عکس گلوگیا و گلوبوتو عزیز و اونجوری، خب من چی تو ببینم الان آقا؟ یا پشت سر مثلا گرفت خانوما که هیچی، مثلا اصلا بدن نمایی دارن میکنن قشنگ از بخشای مختلف مشخص، لباسشو یه طور خاصی، یه لباس خاصی پوشیده، لباس جذبی با یک زاویه خاصی اومده گرفته فلان، ادیت و مونتاژ هم که شکر خدا انواع اقسام اپا هست، تابلو مشخص، نامه همه شونم اصلا این. جالبه این هایی که با یه اسم مستعار تو این دختر ها اکثرا اسم مستعار هم، یه اکثرا اسم مستعار هم، یه چند تا شونم مثلا مشاوره از من گرفتم فلان، گفتم مثلا فلان، گفتم خانم فلانی، گفته نه اسم من اینه، اینجا اینجوری نوشتم، اومده طرف یه عکس دیگه گذاشته، یه چیز دیگه گذاشته. خب ماجرا چیه؟ در مورد آقایون که میبینی عکس چیزی نذاشته، اصلا عکس نذاشته، مثلا اومده فلان اینو نوشته فلان، لایک هم میکنه، بعد مطلبم میمیسه اشقاشه، اینا به طور معمول افرادی هستن که همسر دارن، پارتنر دارن، نامزد دارن، دوست دختر دارن، اومده چرا خاموشیه به قول خودش از بازار آزاد خریدی بکنه و استفاده بکنه بره. خانم هم که اکثرا اینایی که میبینن میبینین عکساشون عکس دوستاشونه گذاشتن فلان، این حرفا یا عکس خودشونه یا هر چی که هست، اینا میبینی مثلا با یه اسم فلان، خود اسم مستعار برای چی میای؟ یاد نگیرم؟
من یاد نگیرم قربون، این چه طرز عکس گذاشتن از همه جات همه زوایاته. عکس گذاشته اول از زاویه پشتش، بعد گذاشته زاویه جلو، بعد پایین بالا چپ راست. خب تو اینو برای چی گذاشتی با این لباس جذب و فلان؟ مثلا میخوای خود نشون بده خوب باشگاه رفتی، مربی بدنسازیت خوب بوده یا ژنت خوبه چیه؟ شما پدر مادر بعد بچه تو میبرسستی اینجا؟ واقعا خجالت نمیکشی؟ توف با اون غیرت، گوشی میگیری دست بچت میدی؟ دخترت اجازه میدی همینجوری رت و ول بچرخه؟ پسرت بیاد بین این ول بره؟ بعد ادعای غیرت میکنی واقعا؟ و مثلا این جلو تو بیاد دست با فلان دختر من اینه دختر من جانم آزاد می، تو چه چیزی از شرف و غیرت داری؟ تو چه پدری هستی چه مادری هستی؟ این چیه؟ این تربیته؟ بقول یارو میگفت ادبم رفته بالا درخت، تربیتمون رفته نون بخره. این چیه واقعا؟ شما واقعا والدین عزیز بیاین پیش من، من نشونتون بدم که دخترانتون دوستانشون، پسرانتون دوستانشون با چه تیپ و قیافه و عکسایی میان و اینجا دنبال چی هم، دنبال چی هم منم نمیدونم. عکس گرفته مدل دماغشو میخواد نشون بده، پرپاچهشو اندامشو میخواد نشون بده، چیه؟ چه معنی داره اینا؟ لبشو قنچه میکنه حالت بوس، عکس گرفته گذاشته سایت دوستیابی، فیلتر همه اون تو هم. فیلتر همه اون تو هم. ما نفهمیدیم چه فیلتریه، فیلتر نبود بهتر بود که، لاغر این فیلتر نبود خیلی راحت بشه این ردگیری کرد ببینیم کی کجاست. الان که فیلتر کردیم معلومه همه دو تا سوراخ سه تا سوراخ میاد، هم فیلتر شکنه که بازه، آی پی در نمیاد ازش که کی کجا رفت، که آی پی شون با آی پی من قاطی میشه، من رفتم تو سایت مثلا ایکس چیکارتون کنم دیگه. مثلا شما رفتی سایت عرض بزرگ شما شاید که دوستیابی و فیلتر کردی، بعد جالبه یکی از سایت های سنگین سرچ ما رو اینا رفتن فیلتر کردن، خود سانسوری. آقا سایت سرچ علمیه برای چی پدر من؟ هیچ گذاشتن دیگه، ما چی کاره ایم حرف بزنیم. آیتم بعدی بحث هویت که بهتون گفتم توی بحث تشخیص چهره است. بعضی از سایت ها، بعضی از این اپ ها امکان تشخیص چهره داره، بعضی ها نداره. تشخیص چهره یعنی چی؟ یعنی مثلا میگه برو تیز کن و یه عکس گرفتی گذاشتی باشه، خودت اینجوری کن فرم دستتو مثلا اینجوری کن اینجوری کن اینجوری کن عکس بگیر جلو دوربین یه عکس بگیر ما ببینیم هستی اینا. کاری ندارم اون بحث پروژه نفوذش، پروژه توتعش داره دیتایی که کسب میکنه سرچ میکنه فلان عکس تطبیق میده فلان، اونا هیچ. دیتا هم که از شما خیلی گل، خیلی قشنگ، خیلی راحت گرفت، با وی پی ان هم اومدی نمیتونی حرف بزنی، همه جو اطلاعاتی میخوان، اینا هیچ. با اجازه طرف میاد چیکار میکنه؟ یه چیز صفحه بزرگتر میگه، اون صفحه رو میگیره جلو خودش نزدیک دوربین میکنه، دستش هم اینجا زیر میذاره با یه گوشی دیگه عکس. خیلی ها رو دیدم که این کارو کردن برای بدنام کردن پسران یا دختران دیگه. خیلی گفتم اینترنت محل اختلالات شخصیته، انواع و اقسام اختلالات شخصیت. این خانومایی که انقدر عکسای مدل مختلف میگیرن میذارن، خب اینا چیه؟ این هیستریکه، شخصیت نمایشیه، اختلال شخصیت خودشیفته است، چیز دیگه ای داره مگه؟ داره اینجوری خودشو نشون میده؟ وگرنه هیچ زن سالمی اندامش رو به این شکل نشون نمیده. آقا ما خارج از ایرانم زندگی کردیم به خدا، هیچ کدومشون اینجوری نشون نمیدن. این وضعیتی که شما دارین هیچ کی نداره. این کیه؟ این کیه؟ این کجاست؟ به قول یارو میگو خارجی ول کن، وطنی رو بچسب. عکساتون هست دیگه، فیلماتون هست دیگه، ماشاءالله هزار. همه هم الان همه هم میگن جالبه، همه هم نوشتن که لانگ ترم کامیتمنت، تعهد دراز مدت، لانگ ترم ریلیشن، اونلی وان مثلا فلان، رابطه موازی نمیخوام. لام از سب تو این اگه نمیخوای این چی اینجوری گذاشتی عکس و فیلمتو؟ مثلا داد میزنه چی کاره ای؟ تو خودت نگه اختلالاتت دارن میگن و ادعا میکنه فلان. حالا میرسیم بهش، خیلی مشکلاته. یعنی میخوام اینو بهتون بگم که به نظر من وزارت علوم و وزارت بهداشت همه رشته رو کنسل کنن، روانشناسی بالینی بدن بیرون، فقط هم بالینی، هیچ چی دیگه ندن. اینقدر مختل داری موضوع بیریختر از این حرف هست. همه این از جوونن، یعنی اینایی که الان میشن آینده پدر مادر، من نمیدونم به قول یکی بچه‌ها میگم اینا خیلی چایلدن، خیلی بچه‌ن، خیلی اوضاع خرابه. یعنی خیلی اوضاع خرابه. یه چیزی آدم میبینه، بعد شما هم اینا رو میبینی که دانشگاه مثلا دانشجوی من طرف اومده ظاهر شما، بعد میبینی آ چه چیز فشنی. همه این دخترا یا تو کار فشنن، نمیشه فشن استایل، نمیدونم هیر استایلیست، فشن استایلیست فلان، یا همه هم دکترن، یا همه مدیرن.
بچه تو دهنت بو شیر میده، تو چه مدیری هستی؟ نمیشه سه او منیجر بابا، سی او منیجر تا کجا آخه مثلا فلانی. و یکی بود میگفت نه دکتر منظورش سه او منیجر یعنی سرت اپتیمیزیشن چیزه. گفتم آها سرچ انجین اپتیمیزیشن دیگه سه او یعنی سایت و اینا. میگم مثلا یا همه مدیر همه منیجر. بابا ما اینقدر لاکچری داریم، اینقدر پولدار داریم، به 70% مردم چی میگن همه گشتن؟ شما که همه سیرین، پس چرا این دولت مینالین؟ پس چرا اینقدر میگین حسن اینجوری کرد، تقی اینجوری کرد، نمیدونم اون یکی اینجوری کرد، یحیی اونجوری کرد، حسن نمیدونم نقی فلان شد، ارسطو اینجوری شد، فهمه اینو داریم میگین که پرویز این کارو کرد، نمیدونم کی این کارو کرد، امیر اینجوری کرد فلان کرد. والله ما نفهمیدیم، ما نفهمیدیم بالاخره چیتون قسم حضرت عباس رو باور کنیم یه دوم خروز. اگه شما انقدر لاکچری که بابت این حاضری انقدر پول بدی و نمیدونم عمل فلان و اینجوری و همه قیافه ها مشخصه، اندامه مشخصه که اینا پروتز عزیزم همه مشخصه، رفته پیکر درشی زیر 70 میلیونی پیکر درشی، دماغ تام رفتی عمل کردی، دندون تام رفتی، خب بعد اومده فلان خوبی تو با اون گوشی که عکس گرفتی 10 میلیون از گوشیت که خودت برای حداقلش برای اینکه فقط عکس تو بذاری اینجا ملت ببینن 100 200 میلیون خرج کردی. مختلی دیگه، آدم سالم که این کار نمیکنه. تو این 100 میلیون میرفتی کلی دوره میدیدی یاد میگرفتی باشگاه میرفتی قشنگ بدن خوب در می آوردی، سالم بودی، اوکی بودی، حالا اشکال نداره من شکم دارم طبیعی ام، حالا نمیخواد ببری خودتو بدوزی فلان کنی سرپا فلان. اما اصلا اختلال دیگه عزیزم، اختلال بادی دیسمورفیکه که رگه های بسیار شدید اختلالات شخصیت عقده های حقارته که دوستم های دکتر نشان زحمت کشیدن ویدیوشو دادن و ما آپلود کردیم، خیلی خوب صحبت های جالبی دارن، قرار شد باقیشم برامون بگن. خب اینه مشکله، من میدونم مشکلات تربیتی خانواده است و خیلی هاش اختلالات شخصیتی هست، خیلی هم مسائل افسردگی فرده و طرف زده اینجوری، یعنی واکنشی ها اولش بعد اینا چیز و واکنش های استرس. آیتم بعدی که هست چیه؟ خیلی از اینا کلاه برداریست. یعنی چی؟ یعنی مثلا دختره میاد یه کانتی میذاره، اینه که میگم دختره خواهش میکنم فمینیست جوورشون نداره، دختره میاد من هیچ برای پسر بگم به من شارژ بده مثلا بیام به زنگ بزنم شما هیچ کدوم جو میدی؟ الان به یکی بگو هر کی ببینی فلان دهکوره، هر موجود مذکری مورچه مذکرم میاد، سوسک مذکرم میاد برش میده. تو فیسبوک اول باب شد بعد اومد، حالا مدل های مختلفی. این نمونه با مزه بهتون بگم، دیدم یه خانم من اد کرد و بهم پیغام داده تو یکی از اینا، دختری بود دختر بچه‌ای بود و دم بابا قربونت تو الان من اگه چی